بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدش رو مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که اینا رو میشنوید انشاءالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقه مندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشاءالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الی آخر هر شیء دیگری رو شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید توصیفم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید یعنی اون شی محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم.
و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدمت شما مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که نار میشنوید انشالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقمندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الی آخر هر شیء دیگری رو شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید بعد او رو توصیفش میکنید، و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید یعنی اون شی محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدمت شما مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که نار میشنوید انشالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقمندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه،
وزنش اینه، طول و عرضش این است و الی آخر هر شیء دیگری رو شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید، بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید، یعنی اون شیء محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدش رو مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی کنار میشنوید انشالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقه مندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد اون رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الی آخر هر شیء دیگری رو شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید، بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید، یعنی اون شیء محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند.
و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدمت شما مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که نار میشنوید انشالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقه مندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الاخر هر شیء دیگری رو شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید یعنی اون شی محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدمت شما مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که نار میشنوید انشالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقه مندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که
ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود. و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم، باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الی آخر هر شیء دیگری رو. شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید، بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید، توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید، یعنی اون شیء محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدش رو مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی کنار میشنوید انشالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقه مندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوى الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود، و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم، باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الی آخر هر شیء دیگری رو. شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید، بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید، توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید، یعنی اون شیء محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین.
بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدمت شما مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث. عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که اینا رو میشنوید انشاءالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست و همه شما علاقمندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشاءالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که ما سوی الله دیگه هرچه هست مخلوقند و محدود و بنابراین اگر ما بخوایم چیزی رو توصیف کنیم باید اول به اون احاطه پیدا کنیم تا بعد او رو توصیف کنیم. این نکته جالب رو عنایت کنید. شما الان میخواید این کتاب رو توصیف کنید، بگید رنگش اینه، وزنش اینه، طول و عرضش این است و الاخر هر شیء دیگری رو شما اول بر اون احاطه پیدا میکنید بعد او رو توصیفش میکنید. و الا تا بر چیزی احاطه پیدا نکردید توصیف هم نمیتوانید کنید. وقتی که شما حالا احاطه پیدا کردید یعنی اون شی محدود بود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحث ما پیرامون سر مکان بود و عرض کردم که مکان یه معنای عام دارد و منحصر به این محلی که ما فقط در وقت نمازمون می ایستیم محدود نمی شود و باید به اون معنای عام اون سالک توجه بکند. و یکی از مراتب اون رو عرض کردم که این دار دنیا در واقع دار عبادت و تسبیح همه موجودات است. پس ما هم باید با اونها همراه باشیم و در واقع با تسبیح اونها ما هم تسبیح گوی حق باشیم. و در اینجا به مناسبت بحثی رو پیرامون این آیه شریفه و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم خدمت شما مطرح کردیم که بسیار مطلب شریف و مهمی بود. حالا نکته دیگری رو در ادامه اون بحث بگم که یک تکمله ای باشد برای اون بحث.
عرض کردم این نکات و مباحث، ببینید مباحثی است که سرمایه عمر ماست. شما از زمانی که اینا رو میشنوید انشاءالله به کار میگیرید دیگه تا آخر عمر. پس اینا یه مطالبی که صرف یک حالا شنیدن و گفتن و رفتن قطعا نیست، و همه شما علاقمندید که هم این مطالب رو یاد بگیرید و قطعا به کار هم انشاءالله میگیرید. خب عرض کردم که از اونجایی که